تو این 10-15 ثانیه که من سکوت کرده بودم چی شنیدین؟ میشه بگین بگین چی شنیدین؟ مرسی. دقیقا همه اینا رو ما همزمان با هم دیگه میشنویم. ما همیشه گوشمون به این عادت کرده که فقط یک چیز رو بشنوه. مثلا میگیم که فلان آهنگ صدای خواننده، در صورتی که زیرش رو شاید اصلا نوازنده ها دارن چی کار میکنن شنیده نمیشه، برای اینکه گوشمون رو متاسفانه میبندیم روی تمام صداهایی که در آن واحد میتونیم همه رو با هم بشنویم. از همه تون خواهش میکنم این کار رو انجام بدیم. مرسی. چند تا صدای بشکن میشنویم؟ حالا از ردیف وسط به بالا همه بگید آ، پایین به اینطوری کنید. مرسی. الان جفتش رو با هم شنیدید. دقیقاً. حالا این دوتا رو بکنید 20 تا، بکنید 200 تا همزمان با هم دیگه. پس اولی که ما چیزی به اسم سکوت مطلق نداریم، به خاطر اینکه همیشه یک صدایی هست. من زمانی که هنوز تو شکم مامانم بودم، هنوز به دنیا نیومده بودم، موقعی که مامانم آواز میخوند من شروع میکردم لگد زدن، یعنی واکنش گوش از اونجا شکل میگیره و واکنش نشون میده. بعد که به دنیا اومدم خواهرم پیانو میزد، من میشستم رو پاش، هنوز انقدر کوچیک بودم که پشتم رو باید میگرفت که بشینم، یعنی خودم تنهایی نمیتونستم بشینم. یه بار شروع کرد یه چیز خیلی ساده ای رو کودکانه با یک انگشت برام زدن و من قشنگ اون صحنه یکی از چیزای پررنگیه که توی ذهنم مونده از بچگی. به اون صدا واکنش نشون دادم و سعی کردم تقلید کنم همین کارو و یادمه که خواهرم جیغ زد و منو پرت کرد، گفتش که این چیه، چرا اینطوری میکنه. خلاصه از اول کشف شد که من علاقم به صدا و موسیقیه. به پیشنهاد خواهرم رفتم هنرستان موسیقی و ساز ویولونسل رو انتخاب کردم که ببینید شلون، میدونم همتون میشناسینش. و از همون اول درد و رنج و سختی برای من شروع شد. باور نمی کنید زمانی که ساز می زدم دستام شروع کرد به زخم شدن، خون می اومد و کوچیک بودم گریم گرفت، این اشکام حتی ردش روی ساز می موند وقتی که شروع می کردم به تمرین کردن. ولی انقدر خود اون موسیقیه برام ارزش داشت که تمام این سختی هاشو پشت سر گذاشتم برای اینکه به اون ذات موسیقی برسم. یادم اون موقع سازم رو حمل میکردم توی تاکسی و آژانس و اینا، بعد همه از دیدن سایزش متعجب میشدن، مثلا به میگفتن خانم این مزغونتون چیه؟ گفتم که اسمش ویولونسله. بعد میگفتن که خب حالا از این کوچیکتر نبود انتخاب کنی؟ اول خیلی بهم برمیخورد که بابا ویولونسل، من تو ذهنم چه فکری دارم، کنسرت، آی صدا، اصلا این ساز اینا. بعد دیدم خب بابا نمیدونن، نمیشناسن. از اون موقع شروع کردم به توضیح دادن، یعنی میپرسید چیه، از این گنده تر نبود انتخاب کنیم، میگم چرا، بزرگترش هم هست، اسمش کنترباسه، کوچکترش هم هست، این از خانواده ویولونه. و حتی یادمه که یه بار 100 تا سی دی رایت کردم از سی دی ویولونسلایی که دوست داشتم و هر کی که میپرسید که خانوم تا شروع میکرد گفتن اینو میدادم دستش که بیا گوش کنین این صداش اینطوریه. حتی اون موقع انقدر کوچیک بودم که همیشه خانواده هم میگن اول که شروع کردی یه ویولونسلی بود که پا داشت میومد از دور، یعنی هم اندازه هم دیگه بودیم. از اون موقع من فهمیدم که موسیقیش تأثیری میتونه روی آدم‌ها داشته باشه. من میخوام از تجربه خودم بگم، از کنسرتی که چند وقت پیش خودم رفتم، کنسرت کی از دوستانم آرش گوران رفتم، یه آهنگی رو ساخته بود که اسمش رو گذاشته بود رنگ‌ها و پایینش دیدم که نوشته که برای اون روشندلانی که با چشم به دل میبینند و اینا، خلاصه تقدیم کرده بود به اونا به اسم رنگ ها. من تصمیم گرفتم که تمام اون قطعه رو که داشت مینواخت با چشم بسته
گوش کنم و چشمامو بستم. باور نمی‌کنید یه سری رنگ‌هایی دیدم که همینطوریش در زندگی با چشم ندیدم. یه سری رنگ‌هایی رو تجربه کردم که برام جدید بود و میشد برام رنگ موسیقی. با اینکه رنگ‌های موسیقی رو خیلی از قبل تجربه کرده بودم، ولی یه تجربه جدید بود برام. میخوام بگم که اگر که یک حسی از ما گرفته میشه، مثل حواس پنجگانه که داریم، حس حالا بینایی از ما گرفته میشه، دقیقاً اتفاقی که میفته یه سری حسای دیگه معمولاً تقویت میشه، مثل حس شنوایی. که باز یه تجربه دیگه داشتم تو هنرستان، یه کنسرتی بود که یه سری از بچه‌هایی که همشون ناشنوا بودن، همشون ناشنوان بودن، حدود 20 نفر 30 نفر بودن، قرار بود که یه کنسرتی برگزار شه، اینا بخشی از این برنامه بودن. من توی هنرستان منم قرار بود اجرا کنم، داشتم برای خودم تمرین میکردم و اینا برنامه‌شون به این شکل بود که میومدن روی استیج و لباسهای محلی ایران رو میپوشیدن دونه دونه، مثلا لباس لوری، لباس کردی میپوشیدن و اون لیدرشون موزیک رو میذاشت و فقط با ریتم اون شروع میکرد به اینا فهموندن که موزیک داره چه شکلی پیش میره و اینا اون ارتعاشات موزیک فقط میگرفتن، هیچ چیز دیگه ای نداشتن. خلاصه من داشتم توی چیز تمرین میکردم، کلاس تمرین میکردم و هیچ کس هم نبود، کلاس بزرگم بود. یهو دیدم 20 نفر اومدن تو و من اخم کردم، شروع کردم، این تمرکزم به هم ریخته بود. داشتم همچنان میزدم، سر بلند کردم دیدم یه عالمه چشم داره همینجوری نگاه میکنه و هیچ کدومشون نمیشنیدن چیزی که من میزدم. اینا واقع بعد اون لحظه من با خودم گفتم، یعنی فقط توی این اتاق که 30 نفر آدمیم، از این 30 نفر من فقط منم که دارم میشنوم و برام خیلی تجربه عجیبی بود. و تازه اون لحظه نعمت و موهبت شنیدن رو شروع کردم درک کردن که واقعا این یه موهبتیه که ما داریم و خیلی جدیش نمیگیریم. گوش کردن یکی از حسامونه که از اول با همون بوده، هست و هیچ وقت خاموش نمیشه. ما خب چشممونو میبندیم دیگه نمیبینیم حس بینایی رو، میتونیم آفش کنیم یه مدتی، ولی شنوایی هست و ما از زمانی که صبح با آلارم پا میشیم، صدا میایم، صدای تق توق، صدای تلویزیون، میریم تو آسانسور، دی 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 طبقه سوم، همش صدا هست، تو ماشین، تو تاکسی، میریم سر کار، همه موزیک گذاشتن، همش صدا با ما هست و هیچ وقت هیچ آفی به گوشمون نمیدیم. یه آهنگسازی هست به اسم جان کیج، یه کاری ساخته به اسم 4 دقیقه و 33 ثانیه که این کلش سکوته، یعنی که نوازنده میاد روی استیج و 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت میکنه. یعنی سکوت چقدر مهمه برای گوش ما. البته که میگن سکوت مطلق، همونجور که اولش هم گفتم، اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه شما فرض کنید که رفتین توی اتاق آکوستیکی که هیچی نبود، خودتون هستید و هیچ صدایی نیستش، به صدایی میرسید که صدای جریان خونتون و صدای قلبتونه، یعنی باز هم شما دارین صدا میشنوید. و میخواستم راجع به ارتعاش گفتم که این بچه ها فقط ارتعاش رو میشنیدن، این بچه های ناشنوا. میخوام از بتوون بگم، میدونم که همه تون میشناسینش، آهنگساز بزرگ، سمفونی پنجش رو همش دا 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 دام دا 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 دام، همه تون با این سمفونی فکر میکنم که آشنا باشید. بتوون اولش ناشنوا نبود، ولی به خاطر بیماری که میگیره اواخر عمرش ناشنوا میشه. سمفونی نهمش رو که آخرین سمفونیش هست، کامل 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 ناشنوا بوده و میدونین چجوری موسیقی رو حس میکرده. یه میله رو میذاشته روی دندوناش و میله رو وصل میکرده به پیانو و شروع میکرده به نواختن و از ارتعاش اون درک میکرده و میگرفته که چی داره میزنه. میدونید از فرض کنید که از قرن، حالا فرض کنیم از قرن 16 به این ور بگیریم، چه موسیقی هایی در چه کشورهایی
طی این سالها با چه شرایطی آهنگسازا تولید کردن و چه موسیقی های انقدر غنی بوده که الان ماها میتونیم ازش استفاده کنیم و سالها داره تکرار میشه و این مثل یک گنجینه شده برای ما. چیزی که موسیقی برای من آورد این بود که توی این دنیای که پر از درد و رنج و غم و سختی برای هممون هست، زیبایی هایی هم داره ولی خب دنیا داره به سمت بدی متاسفانه پیش میره، چیزی که موسیقی برای من آورد این بود که دنیاهایی که این آهنگسازا ساختن از حالا من گفتم از قرن 16 به این ور، یه سری دنیاهایی که دنیاهای صداه. من به عنوان آتنا اشتیاقی فقط میام میگم که دنیای من، دنیایی که دوست دارم، شبیه اون آهنگسازیه که اون دنیا رو به وجود آورده. پس من با گوش کردنش میتونم برم به اون دنیا و از بدی‌ها و سختی‌های این دنیا برای چند ثانیه خداحافظی کنم، به شرطی که درست بشنوم، یعنی تمام گوش جانم رو بذارم برای شنیدن. شما ازتون میخوام که همین الان 10-15 ثانیه سکوت کنید و ببینید توی ذهنتون اولین صدایی که از بچگی تا الان، حالا صدای موسیقی، صدای حرف، صدای آدم، صدای هر چیزی، از اول زندگیتون تا الان اولین صدایی که به ذهنتون میاد چیه؟ بهش فکر کنید. این صدا ممکنه صدای لالایی مادرتون باشه یا صدای چشمک زدن مهتابی یک زندانی باشه یا صدای یکی باشه که دوستش دارین که قلبتون رو به درد میاره و میتونه هر صدایی باشه. خیلی دوست دارم که الان ازتون بخوام که به صدایی که من میخوام در بیارم از این ساز گوش کنید. ممکنه صدایی که من در میارم صدایی نباشه که متداول از این ساز میشنوین، شاید هم باشه. ازتون میخوام همون تجربه‌ای که من در مورد رنگ‌ها داشتم، در مورد قطعه رنگ‌ها که با چشمان بسته شنیدمش، شما هم با چشمان بسته بشنویم و اضافه بر چیزی که من دارم میزنم بقیه صداها رو هم بشنوین، صدای فن، صدای نویز، صدای نفس‌های کناریتون و هر صدای دیگه‌ای که هست. Thank you.
متشکرم.